الله 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 يا حبيب الله الله, 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 الله الل nah, <aktivités> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین و الله علی سید الانبیاء و بحث درباره قیاس مرکب بود قیاس رو تقسیم کردن به بسیط و مرکب بنابر تعریف مرحوم مصنف قیاس بسیط اون قیاسی است که مقدمات آن بدیهی باشند و خود نیاز به استدلال و قیاس دیگری نداشته باشند در مقابل قیاس مرکب اون قیاسی است که مرکب از سه مقدمه باشد که در واقع اون مقدمه سوم بخشی از یک قیاس دیگری است یا این که نه مرکب از دو مقدم است ولی اون مقدمات مقدمات بدیهی نیستند بلکه نیاز به استدلال و قیاس دیگری دارند بنابراین ما قیاس العالم متغیر و کل متغیر این حادث فالعالم و حادث را می توانیم هم بسیط بنامیم و هم مرکب بسیط بدانیم از این جهت که ممکن است معتقد باشیم العالم متغیر صغرای ما یک قضیه بدیهی است و کبرای ما که کل متغیر این حادث این هم یک قضیه بدیهی است بنابراین این دو مقدمه نیازی به استدلال و حجت ندارند و چون خود بدیهیند بنابراین متوقف بر مقدمات دیگری نیستند می شود بسیط این قیاس قیاس بسیط خواهد بود اما اگر معتقد باشیم که العالم و متغیر یک امر نظری است امر بدیهی نیست بلکه خود نیازی به استدلال دارد اگر نیاز به استدلال داشته باشد خواه یک مقدمه یا هر دو مقدمه یعنی ممکن است صغرا نیاز به استدلال داشته باشد اما کبرا بی نیازی از استدلال باشد و یا برعکس صغرا بی نیازی از استدلال یک امر بدیهی باشد که عالم متغیره خب روشن بدیهی بدیهی است که ما تغییرات عالم رو می بینیم اما اینکه کل متغیر این حادیث این نیاز به استدلال داره علا ای حالین در این صورت چون این قیاسی یعنی قیاسی العالم و متغیر و کل متغیر این حادث فالعالم حادث می شود قیاس مرکب نه قیاس بسید بنابر تعریف مصنف تمامی قیاس هایی که مقدماتش بدیهی نباشد خواه یک مقدمه نظری باشد که نیاز به قیاس دیگر دارد یا هر دو مقدمه بدیهی نباشند که هر دو نیازی به قیاسهای دیگری داشته باشند چون این قیاسی می شود مرکب در مقابل اون قیاسی که هر دو مقدمه صغرا و کبرا هر دو بدیهی باشند و بی نیازی از استدلال چون این قیاسی می شود قیاس بسید بنابراین از دیدگاه مرحوم مصنف قیاس مرکب اختصاص نداره به اون قیاسی که در واقع متوقف بر سه مقدمه است معمولا تا اینجا آنچه ما از قیاس خواندیم هر قیاسی متوقف بر دو مقدم است یک صغرا و یک کبرا بنابراین اگر قیاس سه مقدمه داشت بیانگری این است که این مقدمه سوم اصالتا بخشی از این قیاس ما نیست بلکه بخشی از یک قیاس دیگری است که یا صغرای آن محذوفه یا نتیجه محذوفه یا سغرا و کبرا محذوفه و در واقع نتیجه رو ما بیان کردیم به عنوان مقدمه این قیاس از نوع قیاس زمیره بنابراین قیاس مرکب هم شامل اون است که این استدلال ما متوقف بر سه مقدمه باشد نه متوقف بر دو مقدمه افزون بر این اگر اون دو مقدمه هر دو نظری باشند و متوقف بر قیاس های دیگری ولو دو مقدمه داره این قیاس ما اما چون مقدمات این قیاس متوقف بر مقدمات بیشتری است نیاز به استدلال دارد و امور نظری هستند بنابراین چون این قیاس های هم می شوند قیاس مرکب بنابر تعریف مرحوم مصنف قیاس مرکب اختصاص ندارد به جایی که قیاس ما دارای سه مقدمه باشد تابگین اون مقدمه سوم بخشی از یک قیاس دیگری است که در واقع از نوع قیاس زمیره که همه مقدمات و نتایج اون قیاس به تمامه بیان نشده بلکه بخشی از اون قیاس دیگر زمیمه این قیاس شده حالا علی حالین قیاس مرکب اون قیاسی است که پذیرش این نتیجه متوقف بر دو مقدمه بیشتر از دو مقدمه باشد حالا متوقف بر سه مقدمه مانند همین موردی که عرض کردم و یا متوقف بر چهار مقدمه مانند اونجایی که هم صغرا نظری است هم کبرا نظری است و یا نه متوقف بر مقدمات بیشتری اونجایی که اون مقدمات قبلی هم نیاز به استدلال داشته باشند این می شود قیاس مرکب قیاس مرکب تقسیم می شود به موصول و مفصول موصول اون قیاسی است که مقدمات و نتایج همگی سلسله وار به دنبال هم بیان میشه مقدمه بیان شده نتیج سغرا و کبرا بیان شده به دنبال این سغرا و کبرا نتیجه هم بیان شده منتها این نتیجه مقدمه قرار گرفته برای قیاس بعدی که در قیاس بعدی چون پذیرش مقدمات متوقف بر یک استدلال قبلی است بر اساس معیاری که عرض کردیم می شود مرکب بنابراین قیاس موصول یا قیاس مرکب موصول اون قیاس است که مقدمات به تمامه بیان شده از این مقدمات نتیجه ای گرفته می شود اون نتیجه با عنوان صغرا یا کبرای مقد... قیاس بعدی بیان میشه با عنوان مقدمه قیاس بعدی و مقدمه دیگری هم به این نتیجه زمینه میشه و از این دو مقدمه نتیجه جدیدی به دست میاد اما قیاس مفصول اونجایی است که فاصله ایجاد شده میان مقدمات و نتیجه و قیاس مورد نظر به این معنا که همه اون قیاس اولی همه مقدمات در واقع مقدمات بیان شده نتیجه گرفتیم از اون قیاس قبلی اما اون مقدمات به تمامه در قیاس بعدی منعکس نشده اگر چنین باشد به این قیاس بنابراین قیاس مفصول اون قیاس است که همه مقدمات به تمامه مانند قیاس موصول بیان نشده این گونه نیست که مقدمات را تماما بیان کنیم از این مقدمات نتیجه بگیریم و اون نتیجه رو مقدمه قرار بدیم برای قیاس بعدی بلکه قیاس مفصول اون قیاسی است که ما در واقع بخشی از قیاس اولی را بخشی از قیاس دومی قرار میدیم یعنی این قیاس ما به صورت مسلسلوار و تسلسل نیست این چنین نیست که مقدمات بیان بشه از این مقدمات نتیجه ای گرفته بشه و اون نتیجه مقدمه قیاس بعدی قرار بگیره بلکه نتیجه همون قیاس قبلی یا کبرای اون قیاس قبلی بخشی از قیاس بعدی قرار میگیرد حالا مثالی که مرحوم مصنف برای این مورد میزنه اینه مثال برای قیاس موصول مثلا مثال میزنند کلو کل شاعرین حساس و کل حساسین یتعلم هر شاعر حساسه و هر حساسی هم متعلم میشه دارای احساس تعلم گرفتاری غم و اندوه و ناراحتی میشه نتیجه میشه که کل شاعرین یتعلم حالا این نتیجه رو که کل شاعرین یتعلم مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی میگیم کل شاعرین یتعلم و کل من یتعلم قوی العاطفه میبینیم که در این قیاس ما اون نتیجه قیاس قبلی صغرای این قیاس قرار گرفته و کبرایی به این سغرا زمیمه شده از این دو مقدمه یک نتیجه جدید میگیریم که هر شاعری قوی العاطفه است هر فردی که شاعر باشد از عاطفه قوی و انسانی برخورداره اما در قیاس موصول مفصول این گونه نیست بلکه اون قیاس قبلی نتیجه اون قیاس قبلی بیان میشه مثلا میگیم کل شاعرین حساس و کل حساس یتعلم و کل من یتعلم قوی العاطفه میبینیم که بخشی از اون مقدمات بیان شده یعنی در واقع همه مقدمات هر دو قیاس بیان نشده بخشی از اون مقدمات بیان شده و یک قیاسی داریم که دارای سه مقدمه است بنابراین چون ما قیاسی معمولی نداریم که دارای سه مقدمه باشد قیاس منطقی یک سورا داره و یک کبرا بیش از دو مقدمه نداره بنابراین این مقدمه سوم بخشی از یک قیاسه که در واقع از نوع قیاس زمیره یا قیاس مزمره که برخی از مقدماتش محذوفه و بخشی از اون قیاس قبلی به عنوان مقدمه این قیاس جدید بیان شده در نتیجه این قیاس ما دارای سه مقدمه است که یک مقدمهش قبلا بخشی از یک قیاس دیگر بوده که اینجا به عنوان یک مقدمه بیان شده این تقسیم است که ایشون برای قیاس مرکب بیان میکنه بعد از این وارد بحثی اصلی تر میشیم که بحث قیاس خلف باشد حالا تا اینجا عبارت ای رو بخونیم تا برسیم به این قسمت فالقیاس المرکب قیاس مرکب چیست میفرماید ازن اون قیاس مرکبی که تعریف کردیم و اجمالا توضیح دادیم حالا میخوایم تعریف کنیم تعریف یک حد و یا رسمی از این قیاس ارائه کنیم میفرماد ایزن خواه اون قیاس است که تعلف یا تعلف من قیاسیم معلف باشد از دو قیاس یعنی این قیاس ما متوقف بر یک قیاس دیگری است که فاکثر فا یا گاهی متوقف بر سه قیاسه یعنی این قیاس ما معلف از مقدمات است که اون مقدمات هر یک قیاسی را تشکیل میدن و در واقع دلیل هستند بر اثبات این مقدمات قیاس مورد نظر ما از دو قیاس فا اکثر و بیشتر لتحصیل مطلوب واحد همه اینها به منظور اثبات یک است و اون این است که ثابت کنیم عالم حادثه حالا که عالم حادثه نیاز به یک مقدماتی داریم که العالم متغیر و کل متغیرن حادث بنابراین این العالم متغیر به کدام دلیل کل متغیرن حادث به کدام دلیل اینها نیاز به دلیل دارن اگر کسانی اینها را بدیهی بدانند این قیاس میشود قیاس بسیط به دلیل اینکه یک قیاسه دو قیاس نیست اما اگر کسی یک مقدمه رو نظری بدانه یا هر دو مقدمه رو نظری بدانه قطعا برای اثبات مدعای خود نیاز به یک قیاس یا دو قیاس و یا بیشتر داره علا ای حالین در این صورت چون قیاسی می شود قیاسی مرکب و فی کثیر من الاحوال و در موارد فراوان نستعمل القیاسات المرکبه ما قیاسات مرکب رو به کار میگیریم یعنی قیاس مرکب از موارد نادر نیست که بگیم آقا از موارد نادر خیلی مهم نیست اکثرا ما از این قیاس استفاده میکنیم قبلا در باب قیاس مزمر توضیح دادن که ل اعتماد بر مخاطب به خاطر هوش و زکاوت مخاطب و یا به خاطر غفلت و مسائل دیگر و بداهت مسئله گاهی همه اجزای قیاس را بیان نمی کنیم و در واقع بخش از قیاس را به خاطر سرفجوی در وقت و زمان و مکان حذف می کنیم فلزالک قد نجد از این جهت گاهی میابیم فی بعض البراهین مقدمات کثیره در یک بر در براهین یعنی در برهانهایی در موارد فراوان گاهی میابیم مقدمات زیاد یعنی میبینیم که یک برهان یک قیاس برهانی متوقف بر چندین مقدمه است فوق اسنتین که اینها بیش از دو مقدمه هستند مسوق فوق اسنتین مسوقتن لمطلوب واحد که سوق داده شدهاند این مقدمات بیان شدهاند و در واقع ترتیب شدن برای اثبات مطلوب واحد یعنی اینها این گونه نیستند که هر یک به دنبال اثبات مدعای باشند تا بگیم اینها قیاس های بیگانه از هم هستند بلکه قیاس هستند که هر یک مقدمه برای قیاس بعدی است بنابراین این قیاس ها قیاس های ناظر به اثبات یک مطلوب هستند فیزون من لا خبرت له و کسانی که خبری در منطق نیستند و اطلاعی از قیاس های منطقی ندارند گمان می این قیاس ها را که بیش از دو مقدمه دارند قیاس گمان می که انها قیاس واحد این قیاس دو قیاسه در واقع قیاس واحد این قیاسی که سه مقدمه داره این قیاسی که چهار مقدمه داره گمان میکند که همه این قیاس ها یک قیاس در حالی که یک قیاس نیستند و هیه فی الحقیقت ترد و این قیاسی ذات مقدمات کثیر یعنی این قیاسی که بیش از دو مقدمه داره سه مقدمه، چهار مقدمه، پنج مقدمه و یا بیشتر این تردو در حقیقت بر برگردانده برگردانده شود. الی قیاسات متعدده به قیاس های متعدد یعنی قیاس های بیش از یکی حالا دو قیاس سه قیاس و یا بیشتر که متناسقتین که این قیاس ها قیاس های متناسق یعنی یه نوع با هم دیگر تناسق دارند نسق و نظم خاصی دارن یعنی ناظر به اثبات یک مطلوبن همه به نحوی مترتب بر همدیگرن هماهنگن با همدیگر علا النحو الذي قدمنا بر همون نحوی که ما قبلا بیان کردیم در باب قیاس زمیر مثلا و این نما حضفت منها ان نتایج, نتایج المتوسطه از این قیاس ها حذف شده نتایج متوسط یعنی اون قیاس های متوسط نتایج اونها را حذف کرده ایم در واقع همه قیاس ها مقدمات برای مقدمات بعدن اما برخی از مقدمات و بخش های اون قیاس های قبلی حذف شد او بعض المقدمات یا نتیجه نه به جای نتیجه بعضی از مقدمات دیگر کبرا حذف شده سورا حذف شده على طریقة القیاس مزمر به نحوی قیاس مزمر الذي تقدم شرحه شرحش گذشت و ارجاعها الى اصلها و برگرداندن این مقدمات این قیاس ها به اصلشون یعنی بیاییم مشخص کنیم که از این سه مقدمه یا چهار مقدمه این دو مقدمه بخشی از یک قیاسه و دو مقدمه دیگر مثلا دلیلی هستند ناظر به اثبات این مقدمات یعنی بخشی از یک قیاس قبلی هستند و ارجاع این قیاس ها الا اصل ها برگردانیم به اصلش که تا هر یک از دو مقدمه یک قیاس را تشکیل بدن قد یحتاج و الا فتنتین احتیاج دارد به ذکاوت و تیزهوشی و الى دربتین یا دربتین یعنی به یک در واقع مهارتی به یک در واقع تجربه به یک آزمونی نیاز دارد کسانی می توانند که برگردانند اینها را به اصلشون مقدمات را از همدیگر تفکیک کنند قیاس را سلسله وار بیان کنند که دارای یک فتانت و یک نوع مهارتی در بحث منطق باشند اگر کسانی از این ویژگی برخوردار باشند می توانند اینها رو برگردانند و اگر کسانی نباشند گرفتاری مشکلات میشه در واقع تشخیص نمیدن که کدام یک از این مقدمات بخشی از, بخش از این قیاس و کدام یک بخش از یک قیاس قبلی که ناظر به اثبات این مقدماتن نه ناظر به اثبات نتیجه این قیاس مورد نظر اقسام القیاس المرکب ارز کردم که قیاس مرکب رو تقسیم میکنن به موصول و مفصول و علامات تقدم و بنابر آنچه که گذشت ینقسم الق... القیاس المرکب تقسیم می شود قیاس مرکب الى موصول و مفصول یعنی بنابر آنچه که در, در همین بخش بیان کردیم که گاهی مقدمات قیاس بدیهی نیاز به استدلال و اثبات ندارند چون این قیاسی می شود قیاسی بسید ولی اون جایی که بدیهی نیستن نیاز به اثبات داره گاهی به گونه است که همه ای مقدمات سلسله وار بیان شده ولی گاهی بخشی از مقدمات یا نتیجه حذف شده لذا قیو علیه یعنی بالا موتقدم یعنی بنابر همین بحثهایی که مطرح شد یعنی قیاس مرکب به موصول و مفصول الموصول قیاس موصول چیست و هو الذی اون قیاس است که لا تتوافیه النتایج لا تتوافیه النتایج نتایج در اون قیاس منتوی نیست پوشیده نیست متوی نیست یعنی بیان نشده نیست بل توز کر بلکه ذکر شده خلاف اون لا توتوا یعنی اون نتایج و مقدمات ذکر شده در اون قیاس بل توز کر مرتن لنت مرتن نتیجتا لقیاس این گاهی ذکر میشه با عنوان نتیجه قیاسی در قیاس قبلی یعنی در اون قیاس ما مقدمات بیان میکنیم از اون مقدمات نتیجه ای می میگیریم این نتیجه در اونجا به عنوان نتیجه اون قیاس بیان میشه ولی همین نتیجه در قیاس بعدی مقدمه قرار میگیره برای قیاس بعدی و مرتا مقدمتا لقیاس آخر و بار دیگر همین نتیجه ذکر میشه ولی به عنوان مقدمه قیاس بعدی نه به عنوان نتیجه اون قیاس قبلی که قول که کل شاعرین حساس هر انسان شاعر حساسه از روح لطیف و در واقع هنرمندانه ای برخورداره و کل حساسین یتعلم و هر کس که دارای احساس قوی باشد یتعلم گرفتار تعلم, تعلم میشه گرفتار غم و اندوه میشه از درد و غم دیگران ناراحته و کل شاعرین نتیجه این میشه که کل شاعرین یتعلم حد وسط حساس بود کنار میره نتیجه این میشه که ضرب اول شکل اوله ثم تأخذ حاضه نتیجه سپس همین نتیجه رو میگیریم یعنی کل شاعرین حس... یتعلم فنج... فتجعلوها مقدمتا لقیاس این آخر این رو میگیرید و مقدمه قرار میدید برای قیاس بعدی لیون تجل مطلوب یا تجل مطلوب الاصلی تا نتیجه گرفته شود یا نتیجه بگیرید نتیجه بدهد این در واقع صغرا و کبرا کردن مطلوب اصلی را که الازی سقط لعجله القیاس المتقدم که شما در واقع سوق دادید و ترتیب دادید چی را به همین مطلوب القیاس المتقدم اون قیاس قبلی را فنقول من رأسین وقتی از اون قیاس این نتیجه رو گرفتید این نتیجه رو مقدمه قرار میدید برای قیاس بعدی ثم نقول من رأسین دوباره از اول این چونین میگیم کل شاعرین یتعلم که نتیجه همون قیاس قبلی و کل من یتعلم قوی العاطفه و هرکس که تعلم بشه و در واقع از غم و اندوه دیگران ناراحت بشه دارای عاطفه قوی خواهد بود و کل شاعرین قوی العاطفه نتیجه این میشه در نتیجه میبینیم که هم در قیاس قبلی مقدمات بیان شد نتیجه گرفته شد و از اون قیاس قبلی اون نتیجه رو مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی و ممکن است همینطور تا چندین مرحله ادامه پیدا کنه این می شود قیاس موصول قیاس مرکب موصول المفصول و هو الذي قیاس مفصول اون قیاس است که فصلت عنه نتایج نتایج در اون قیاس دارای فاصله است یعنی در واقع میان مقدمات و نتایج یک فاصله است و تویت و در واقع نتایج یا مقدمات متویست ذکر نشده فلم توز کرد ذکر نشده اون نتایج یا مقدمات کما تقول فی المثال مثال المتقدم در مثال متقدم شما این گونه میگید کل شاعر حساس کل حساسین یتعلم که این مقدمات همون قیاس قبلی است و بعد میگید و کل من یتعلم قوی العاطفه و هر کس که گرفتار تعلم بشه قوی العاطفه است روشنه که هیچ قیاسی نمیتواند بیش از دو مقدمه داشته باشد بنابراین این قیاسی که دارای سه مقدمه است معلومه که بخشی از این مقدمات مقدمات یک قیاس دیگری هستند که به صورت قیاس مزمر در واقع بیان شده یعنی همه مقدمات و نتایج به صورت کامل بیان نشده نتیجه میگیریم که کل شاعرین قوی و عاطفه یعنی از این سه مقدمه نمیتوانیم این نتیجه رو بگیریم زمانی میتوانیم از این سه مقدمه نتیجه بگیریم که اینها را برگردانیم به اصلشون و حاذی عین نتیجه سابقه این نتیجه یعنی کل شاعرین قوی و عاطفه در قیاس مرکب مفصول عین همون نتیجه ای است که در قیاس مرکب موصول گرفتیم والمفصول اکثر استعمالا فی العلوم قیاس مفصول یعنی اونی که دارایی فاصل است و همه مقدمات یا نتایج به نحو کامل بیان نشده اکثرو استعمالا در علوم اکثرو استعمالا هست یعنی در علوم کاربرد زیادی دارد لذا در علوم اعتمادن علا مخاطب حافظه مخاطب اعتمادن بر بداهت مسئله و یا لغفلتین یا بخاطر مسائل دیگر به هر حال در فضای اندیشمندان اون علم ممکن است بیان این مقدمات نوع در واقع تکرار به حساب بیاد از اون جهت همه مقدمات یا نتایج را به نحو کامل بیان نمی کنند اعتمادن علا وضوح نتایج المتوسطه اعتماد میکنند بر وضوح این نتایج متوسطه یعنی اندیشمندان این علم وقتی این صغرا و کبرا را دیدن به نتیجه منتقل میشن بنابراین لزومی ندارد که ما بیاییم قیاس ها را به صورت سلسلوار بیان کنیم تا اندیشمندان اون علم به خوبی به این نتیجه برسند بلکه بدون این بیان سلسلوار هم میتوانند به این نتیجه دست پیدا کنند فیحذفونها از اون جهت که واضحند و معمولا نیاز به بیان ندارن از این جهت حذف میکنن این مقدمات یا نتایج را و القیاسات المرکبه قد یسما بعضها به این خاصه قیاسات مرکب کثیرن یعنی در واقع ما های مرکب میتواند انواع و اقسام فراوانی داشته باشد قیاسی که بیش از دو مقدمه داره این مقدمات میتواند شرطی باشد حملی باشد انواع مختلف باشد بر حال انواع و اقسام گوناگونی می تواند داشته باشد ولی بعضی از این اقسام اسمای خاصی دارند مانند قیاس خلف مانند قیاس مساوات که بحث بعدی ما خواهد بود در جلسات آینده این دو قیاس رو توضیح خواهیم داد لذا می فرمایید قیاسات المرکبه قد یسم ما بعضها به اسماء این خاصه گاهی برخی از این قیاسات مرکب برخی هاشون به خاطر یک خصوصیتی که دارن اسماعی خاص دارن یعنی مرکبی مثلا فرض بفرن قیاس خلف یا قیاس مساوات قیاس مساوات و قیاس خلف دو گونه از قیاس در حالی که قیاس مرکب اختصاص به خلف و مساوات نداره بلکه انواع و اقسام فراوانی میتواند داشته باشد و اینجا چون این دو تا قیاس اسم خاصی داره و در واقع دارای یک ویژگی خاصن از این جهت آمدن این دوتا را جداگانه مطرح کرده اند لخصوصیت این فیها به خاطر خصوصیتی که در این برخی از اقسام وجود داره ولا بعث بالبعث ان بعضی ها و به اصطلاح اشکالی نخواهد داشت و در واقع لازم خواهد بود که بحث کنیم از بعضی این انواع و اقسامی که دارای یک خصوصیتن یعنی قیاس های مرکبی که دارای یک ویژگی هستند از اینها بحث کنیم تنویرا ازهان به خاطر روشن شدن اذهان که میخوایم م... نشان بدیم که قیاس خلف چگونه قیاس مرکبی است قیاس مساوات چگونه قیاس مرکبی است که هم اذهان روشن بشه و هم به دلیل کاربردهای زیادی که قیاس خلف داره و قیاس مساوات میتواند داشته باشد و در واقع پذیریش کارکرد این دو قیاس متوقف بر بیان چیستی و در واقع تعریف این دو قیاسه یعنی قیاس مساوات رو باید به گونه ای تعریف کنیم و بشناسیم تا بتوانیم در واقع ادعا کنیم که قیاس مساوات کارآمد است یا کارآمد نیست اگر کارآمده در کجا و اگر کارآمد نیست در کجا قیاس خلف هم هاکذا لزام می فرماید منها از این دو قیاس قیاس خلف و قیاس مساواته بنابراین این دوتا خصوصیتی دارند که هم به خاطر همین خصوصیت از هر دو باید بحث کنیم و هم به خاطر روشن شدن از هانی منطق آموزان کسانی که منطق می آموزند این بحث است که انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وارفع البلاء